بریم شروع کنیم جی کوئری رو. جی کوئری خب یک کافیه که توی گوگل خود سایت جی کوئری رو بزنید و خب اینا که حالا بعضی گرپر که هستش که هیچی، میرید توی قسمت جی کوئری تو خود سایت جی کوئری دات کام، منتظر میشیم تا ایشون لود بشن و ببینیم که به چه صورت هستش. خب من ببینم اینترنتمون خوبه. حالا بذاریم ببینم، نه یه ذره لود کشه. خب اینجا خودش داره میگه، میگه جی کوئری رایت لس، کم بنویس زیاد برداشت کن دیگه، یعنی خروجی های زیادی بگیر. این جی کوئری فقط این قسمت نیست، بذارید در مورد صحبت کنم. جی کوئری یو آی داریم ما، بحث یو آیشه، بحث جی کوئری. حالا این تا این لود بشه بیاد بالا هر سری. این جی کوئری یو آیه که خودش اومده بحث همون یوزر اینترفیس و اینا رو اومده بررسی کرده که به چه صورت هستش. حالا میتونیم بریم تو اینترنت بچرخیم در موردش دیتا پیدا بکنیم. جی کوئری موبایله، واقعا موبایل باش جنریت نمیکنن ها، موبایل باش جنریت نمیشه، اما بحث ریسپانسیوی که شما دارید فکر میکنید به همون شکله دیگه. در خود سایزلش و بحث خود یونیت نوشتنش رو نگاه کنیم. ما میتونیم تست نویسی داشته باشیم توی جاوا اسکریپت. خب باز تو اینترنت بچرخی تست نویسی هم هست، اینا رو من سعی میکنم تو دورهای جداگونه داشته باشیم، ولی فعلا خود لایبرری جی کوئری رو آموزش ببینیم، ببینیم که چی هستش. خب یه مقدار لود طول میکشه، حالا سرعت اینجا که خیلی بالاه، ولی خب در کل صبر میکنم تا لود شه دیگه، صبر میکنم تا کامل لود شو بیام در موردش یه توضیحاتی بگیم. خب میگه جی کوئری خب خیلی سریع کوچیکه، یه فیچر در واقع ویژگی های خیلی زیادی از جاوا اسکریپت داره. یه لایبرری حتما حواستون باشه، کتابخونه است، کتابخونه است. کتابخونه با فریم ورک فرق میکنه. فریم ورک مثل انگولار، مثل ویو جی اس. حالا ان شاء الله میری سراغ اولا من که توصیه میکنم که کلا اگه میخوای یه چیزی تکنولوژی یاد بگیرید فقط ریاکت رو یاد بگیرید و برید تو ریاکت تا تهش دیگه. حالا بحث ریاکت خودش، بحث پی دبلیو اش، بحث ریاکت نیتیو موبایلش، یه دونه را دیگه حالا زیاد نچرخید معلومه. ولی خب اینا کتابخونه میگه میتونید در واقع شما بحث مانیپولیت رو داشته باشید توی HTML تون، اما بحث دستکاری کردن اینا مانیپولیشن داره، ایونت ها رو دارید، انیمیشن دارید، در موردش صحبت میکنیم. ایجکس داره، خب ایجکس خیلی مهمه، یعنی شما از این ایجکسی که توی جاوا اسکریپت یاد گرفتید میتونید تو جی کوئری هم استفاده بکنید. خب من مجبورم که بعد ایجکس رو اگه میخوام استفاده بکنم فقط میتونم گتش رو به شما بگم که شما عملا باید گت رو بلد باشید، چون پست و پوت و پچ و دیلیت بر فرانت نیست، اون واسه بک اندن که حالا دنیای خاص خودش رو داره، ولی خب جی کوئری شما میتونید استفاده بکنید ازش برای این کارها. احتمالاً یه دوره جداگونه من چهارشنبه بگیرم برای جی کوئری، واسه همون جیسون ها و ای پی آی و واسه حالا شاید مثلا بیام یه اس پی ای درست بکنم، سینگل پیج اپلیکیشن مثلا بشه اینا رو پیاده سازی کرد. اینا رو میذارم توش که ببینید چه جوری میشه با ای پی آی ها و این واسه ایجکس کار کرد. و خب میگه که خیلی راحت میتونید شما با ای پی آی ها بیاید کار بکنید و خب مواردی که هستش دیگه. میگه خیلی هم خاطرخواه زیاد داره و خیلی از مردم هم میان ازش استفاده میکنن. خب بریم ببینیم چه جوری میشه ازش شروع کرد استفاده کردن. اینا هم مواردی هستش که اینجا میاد به شما نمایش میده. خب اولین کاری که من باید بکنم، اولی که برمیگردم میگه من داکیومنت رو از روی این بخونم. داکیومنت رو میتونی از روی ایشو شروع کنی به خوندن، ولی خب بیشتر 7 8 تا استپ بیشتر نداره. 7 8 تا استپ رو من تو پاورپوینت آماده کردم، میتونی شروع کنی به خوندن. دانلود جی کوئری رو میزنیم، میاد برای دانلود کردن. خب این قسمت پروداکشنه، یعنی در واقع شما اینجا داره میگه که جی کوئری رو میتونید بیاید آخرین نسخهش رو اینجا بگیرید. کامپرس شده است، اگه روش کلیک بکنید بیاید اینجا میبینید کل کدا رو برات کامپرس کرده و تو مینیفای اصطلاحاً میتونی ازش استفاده بکنی. اینجا دیولوپمنت، این پروداکشن، یعنی شما میتونی توی تولیدات و تو محصولات استفاده بکنی. دیولوپمنت برای کسی هستش که بخواد
اینها رو استپ استپی جدا جدا ببیندش و احیانا چیزی به این اضافه بکنه، یه چیزی ازش کم بکنه. پس من میتونم از این کامپرسش هم استفاده بکنم. پایینی اسلیمه، با اسلیم هم آشنا بشید. خودش داره میگه، میگه اسلیم ایجکس و افکتار رو نداره. خب یه سری هستن میگم، من میگردم میگم من توی بوت استرپ که میخوام استفاده بکنم، خب بوت استرپ عملا ما نمیخوایم از حالا مثلا ایجکسش استفاده بکنیم، یا حالا ممکن از افکتش نمیخوایم استفاده بکنیم، لذا میان از اسلیم استفاده میکنم. بری تو خود بوت استرپ 4 هم بری تو سایتش میبینی از اسلیم داره استفاده میکنه. پس میتونید استفاده بکنید. راه دانلود کردن داره از npm. خب از npm install jQuery من استفاده میخوام بکنم. یارن هم هستش، یه در واقع یه مدل دیگه هستش برای دانلود کردم. خود در واقع بابر هم هستش که میتونید ازش استفاده بکنید. و یه سری CDN ها داریم دیگه. CDN هم دیگه میدونن چیه دیگه، Content Delivery Network ها. شما میتونید بیاید اینجا و شروع کنید از اینها استفاده کردن برای دانلود کردن. مثلا گوگل خودش یه دونه CDN برای شما گذاشته، روش میزنید میگه فوربیدن، دستش در نکنید، شما رو تحریم کردن. و مایکروسافت امیدوار تحریم نکرده باشه. مثل CDN ها هستن که تا فکر کنم قیام قیامت باشه اینا تشریف دارن و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. اینا هاشش نکنید. HTTP AJAX ASP در واقع ASP.NET CDN.com AJAX jQuery jQuery 3.6 مینش. میتونید اینا رو بگیرید چیکار کنید؟ بذارید توی پروژهتون دیگه، خیلی راحت اینجوری کپیش کنید. بذارید کجا؟ بذارید توی این قسمت مثلا بنویسید اسکریپت و گزینه سورس رو بزنید، اینجا قرارش بدید. کنترل وی من بزنم، خب انگار من کپی نکردم، کنترل سی کنترل وی. و الان اگه من بیام احیانا اینجا حالا به هر عنوانی خروجی رو بگیرم کنترل یو بزنم، بیام اینجا بزنم، ببینید این jQuery رو برای شما قابلیت دسترسیش رو میذاره، من میتونید ازش استفاده کنید. ولی خب یه چیزی هم هست که تا وقتی اینا بالا هستن شما میتونید ازش استفاده بکنید. و با CDN زیاد داریم، خود همین cdn.js و cdn.deliver هم هستش که میتونید ازش استفاده بکنید. خب من کدوم استفاده بکنم؟ من ترجیح میدم تو پروژم باشه. من اگه تو پروژم بذارم باشه، کافیه که cmd رو باز بکنم و cd desktop بکنم، اسم پروژم رو بدونم. اسم پروژم هستش سشن 12 و میگم cd سشن 12 یه cls و npm چی؟ install jQuery. jQuery رو میزنم بره برام دانلود کنه و آب خوردم بیام توی پروژه هم استفادهش کنم. خب من میام اینجا این رو پاک میکنم، مینویسم که خب دیگه JS هم رو ما کامل جدا میکنیم، میگیم JS script و source و گزینه نود ماژول و jQuery و source و نه دیگه دیست و jQuery min.js. خب الان اومدش به پروژه هم اضافه شد و میتونم دیگه شروع کنم ازش استفاده کردم.